خدا رو شکر با خوشحالی مطالب خودمون را در ارتباط با اینکه عیسی کیست، عیسی مسیح کیست دنبال میکنیم. خب این حقیقت خیلی بزرگیه که ما با شناخت عیسی مسیح میتونیم به ابدیتی دسترسی پیدا کنیم که او برای ما مهیا کرده. حقیقتش اینه که عیسی مسیح فرمود من راه و راستی و حیات هستم. او راهه، او راستیه و او حیاته. وقتی او را میشناسیم و در شناخت او رشد میکنیم، در راهی قدم میذاریم که انتهای آن راه ابدیته. پس این مسئله خیلی مهمه که ما عیسی را خوب بشناسیم، آن گونه که او هست، نه اون گونه که دیگران میگویند. کلام خدا، انجیل، عهد جدید، اون منبع اصلیه که من خدمت شما عرض کردم که در ارتباط با عیسی مسیح کارهای او، نوع زندگی و عمل کرده او صحبت میکنه و اون منبع موثقیه که ما میتونیم کاملا به او اعتماد کنیم. و گاهی اوقات افراد میگن که انجیل تحریف شده، عوض شده. خب در ارتباط با خیلی چیزها این صحبت ها گفته میشه، ولی کلام بی اساسیه. اگه خدا قادر به حفظ و نگهداری کلام خودش نیست که اون عوض بشه، پس هیچ کلامی نمیتونه معتبر باشه. اما کلام خدا معتبره و حقایق عمیقی در ارتباط با عیسی مسیح نشون میده، آشکار میکنه که در اون دشمن اصلی خدا و انسان که شیطان باشه از این مطلب راضی نیست. در نتیجه تمام کوشش های را که لازم انجام میده تا افکار مردم را از حقیقت منحرف کنه، تا مبادا اونها به کلام انجیل، کلام نجات بخش انجیل گوش بدن، مبادا عیسی مسیح را آنگونه ای که واقعا هست بشناسند و به اون تدارک و نجاتی که عیسی مهیا کرده به اون برسند. من در ارتباط با مثال‌های عیسی مسیح بعداً صحبت خواهم کرد که در یکی از مثال‌های عیسی مسیح، مثل برزگر، عیسی مسیح به این حقیقت اشاره می‌کنه که کلام خدا مثل بذر و دانه‌ایه که کاشته میشه و شیطان مثل کلاغیه که میاد و می‌خواد اون دانه را بدزده که مبادا اون دانه در خاک رخنه کنه، ریشه بدوانه و ثمر بیاره و باعث نجات افراد بشه. و اینجا ما هم سهم داریم. گاهی اوقات ما مثل که دلمون میخواد چیزایی را باور کنیم و چیزایی را بشنویم که باور میکنیم یا دوست داریم، و گاهی اوقات افراد عمدن دانسته با حقیقت مخالفت میکنن، چهره و رو از آن برمیگردانن. عیسی مسیح بارها گفته بود که من از مرده ها زنده خواهم شد، به گونه ای که شاگردای عیسی به این حقیقت فکر نمی کردن. مدام نگران این بودند که عیسی، تو نباید مصلوب بشی، تو نباید بمیری، تو استاد ما هستی، تو محبوب ما هستی، و نمی خواستند به این فکر کنند که واقعا عیسی حقیقتا خواهد مرد. اما مخالفان عیسی مسیح خوب گوش می کردند و نگران بودند، می ترسیدند. و وقتی عیسی مسیح مرد، اونا رفتن سر قبر، نگهبان گذاشتند، همه تدارکات رو دیدند که مبادا کسی بیاد جسد او را بدزده و بگن قیام کرده. ولی شاگردا با بی‌تفاوتی و غم و گرفتگی رفتن در غم و اندوه گذروندن و روز سومین روزی که از لازم مذهبی مجاز بودن سر قبر برن، رفتن اونجا و بعد با عیسی قیام کرده روبرو شدن که اصلا انتظارشو نداشتن. ولی دشمنان اونجا بودن و میخواستم به این مطلب رو به طور خاص تاکید کنم که در انجیل متی مینویسه که سران یهود به اون نگهبانان قبر عیسی که دیده بودن فرشته ای ظاهر شده، زمین لرزه ایجاد شده، سنگ قبر به کناری رفته و فرشته ها گفتند که عیسی قیام کرده، برای اینکه این خبر پخش نشه میگه به اونا رشوه دادند که این موضوع رو با کسی در میون نذارن. یعنی اونها عمدن و آگاهانه حقیقت را انکار کردند و خواستند اونو بپوشونند. و خیلی ها به خاطر منافع فردی و شخصی و به اینکه باورهایی که دارند میخوان حقیقت را بپوشونند. اما اگه حقیقت را انکار کنی، حقیقت هنوز میمونه حقیقت. حقیقت رو اگه مصلوبش کنی،
حقیقت رو اگه دفنش کنی هنوز قیام میکنه و بعد مسند اقتدار میشینه. حقیقت شکست ناپذیره و این حقیقت در عیسی مسیحه. عیسی مسیح گفت من راه راستی و حیات هستم، من حقیقت ابدی هستم و اوست که حقیقت واقعیه. و وقتی ما به اون ایمان میاریم، حقیقت خداوندی او، پسر خدا بودن او عامل تحول و نجات ما میشه. من در این ارتباط بعداً بیشتر صحبت خواهم کرد، اما به طور خاص امروز در ادامه معجزات عیسی مسیح میخوام به این معجزه بپردازم که عیسی مسیح 5 نان و 2 ماهی را برکت میده و میده 5000 نفر میخورن. و اینم در این ارتباط ما قدرت عیسی مسیح را یک بار دیگه میبینیم. ما قدرت عیسی مسیح را در شفا دادن افراد، شفاهای مختلف، بیماریهای مختلف، امراض گوناگون شفا پیدا کردند. افراد از بیماری‌های مختلف شفا پیدا کردند. این چقدر عالیه، این چقدر هیجان انگیزه. این کیست؟ این کیست؟ وقتی او بر دریا مسلط بود، باد و طوفان را امر می‌کرد که آروم باشند، شاگردان می‌گفتند این کیست؟ و زانوهای آنها در حضور این عیسی خم می‌شد و او را پرستش کرده اقرار می‌کردند که او پسر خداست. و به این طریق معجزات او، کارهای او بیشتر و بیشتر ما را ترغیب میکنه که به این حقیقت فکر کنیم که واقعا عیسی کیست. او 5 نان و 2 ماهی را گرفته، برکت داد و داد 5000 نفر خوردند. اجازه بدید از انجیل متی باب 14 آیه 13 در این بخش بخونیم. میگه چون عیسی این را شنید به کشتی سوار شده از آنجا به ویرانه چون عیسی این را شنید به کشتی سوار شده از آنجا به ویرانه به خلوت رفت و چون مردم شنیدند از شهرها به راه خشکی از عقب وی روانه شدند. پس عیسی بیرون آمده گروه بسیاری دیده بر ایشان رحم فرمود و بیماران ایشان را شفا داد. این کاریه که عیسی مسیح مکررن انجام میده. در وقت از شاگردانش نزد وی آمده گفتند این موضع ویرانه است و وقت الان گذشته، پس این گروه را مرخص فرما تا به دهات رفته به جد خود غذا بخرند. عیسی ایشان را گفت احتیاج به رفتن ندارند، شما با آنها غذا بدهید. بدو گفتند در اینجا جز 5 نان و 2 ماهی نداریم. گفت آنها را اینجا نزد من بیاورید. و بدان جماعت فرمود تا بر سبزه نشستند و 5 نان و 2 ماهی را گرفته به سوی آسمان نگریست، برکت داد و نان را پاره کرده به شاگردان سپرد، به شاگردان، به جماعت. و همه خورده سیر شدند و از پاره های باقی مانده 12 سبد پر کرده برداشتند و خورندگان سوای زنان و اطفال قریب به 5000 نفر بودند. این عیسی کیه؟ 5 نان و 2 ماهی رو بر میداره، اونو برکت میده، میده 5000 نفر میخورند. و اینجا میگه زنان و اطفال، چون اون موقع در اون آماری که یهودی ها میدادن زنان و بچه ها رو حساب نمی کردن، فقط مردا رو حساب می کردن. و اینجا میگه که فقط 5000 مرد، احتمالا 5000 زن و چند صد نفر یا شاید چند هزار نفری هم بچه ها را از خانواده ها همراه داشتند و تعداد خیلی زیادی از جماعت با 5 نان و 2 ماهی سیر میشن. این عیسی کیه؟ این عیسی کسیه که کمیت ها بر کمیت ها مسلطه. یه چیز کم رو بر میداره و اونو زیاد میکنه، برکت میده، فراوون میشن. خدا آدم و حوا رو خلق کرد و اونا رو برکت داد و گفت بارور و کثیر شوید و دنیا رو پر کنید. این کلام خدا باعث شد که امروز میبینیم که فرزندان آدم و حوا دنیا رو پر کردند. همین کلام عیسی مسیحه. 5 نان و 2 ماهی رو برکت داد و داد 10000 نفر، 5000 نفر خوردند. و این کلام الهیه، این کلام خداست و این عیسی آسمانیه، او پسر خداست. و به این طریق کلام او کمیت ها را بر کمیت ها مسلطه. یک چیز کوچک را بر می داره و اونو می تونه فراوون کنه.
در کنار این من در حاشیه عرض کنم که برکت عیسی در خانه و خانواده شما میتونه زندگی شما رو متحول کنه، نیازهای شما رو برطرف کنه. اندکی که دارید وقتی وقف عیسی مسیح میشید و در خانه و خانواده را به روی عیسی باز میکنید و فرصت میدید که او بر خانه شما پادشاهی کنه، او نیازهای شما را برطرف میکنه. حضور او، برکت حضور او تمام نیازهای شما را میتونه برطرف کنه. این ویژگی عیسی مسیح، کسی که با عیسی مسیح زندگی میکنه، حضور او، برکت حضور او در زندگی و اعمال و رفتارش آشکار میشه و این خداوند، خداوند پرجلالیه. به طنز و شوخی میگن شخصی داشت در این ارتباط صحبت میکرد و میگفت که عیسی 5 نان و 2 ماهی را برکت داد و داد 5000 نفر خوردند و میگه شخصی در این ارتباط صحبت میکرد به خطا گفت که مسیح 5000 نان و ماهی را برکت داد، داد 5 نفر خورده سیر شدند. کسی که این را میشنید بهش اشاره کرد که دوست من اشتباه گفتی، مسیح 5 نان را برکت داد، داد به 5000. گفت اشکال نداره، اینم معجزه کوچیکی نیست که 5000 نان را بدی 5 نفر بخورند. این جنبه طنز این ماجرا بود. و عیسی پسر خدا، عیسی خداوند، او کسیه که 5 نان و 2 ماهی را برکت میده و افراد میخورند و سیر میشن. جالب اینه که بعد از این واقعه عیسی وقتی در جایی بود، افراد از هر جا، از کوه و دریا و کشتی و پیاده رهسپار شده دنبال او میرفتند. یک بار عیسی به اونها گفت که شما دنبال من میایید چون از نانی که من دادم خوردید سیر شدید، دنبال من میایید، یعنی دنبال غذا و خوراک و نیازهای مادی هستید. و گفت کار کنید نه برای خوردن و خوراک، بلکه برای حقیقت الهی و چیزهای ماندگار، انجام اراده خدا، این چیز ماندگاریه. و عیسی مسیح با اشاره به این مطلب گفت که خیلی ها او را پیروی میکنند به خاطر مسائل مادی، منافع مادی. و عیسی مسیح وقتی داشت اینو اشاره میکرد، به وضوح شاگردان را هدایت و ترغیب میکرد که اگه ما میخواییم از خداوند پیروی کنیم، باید از صمیم قلب، نه به خاطر منافع، نه به خاطر چیزایی که از او میگیریم، بلکه به خاطر حقیقت خداوندی او را پیروی کنیم و اطاعت کنیم. این در وهله اوله. برای برکاتی هم که میده او را شکر کنیم و صمیم دل با شادی و خوشحالی برای همه برکتایی که میده او را بپرستیم و از اونها هم برخوردار باشیم. اما همین موضوع، این موضوعی که اینجا برای شما در ذکر کردم، در جای دیگه به گونه دیگه ای باز عیسی همین کار رو انجام میده. در انجیل متی باب 15 آیه 32 اونجا میگه این دفعه مسیح 7 نان و چند ماهی را برکت داد و داد 4000 نفر. باز اونجا اطفال و زنان در حاشیه بودند، 4000 نفر خوردند و این دفعه تعداد سبدهای مونده 7 سبد از خورده ها جمع کردند. عیسی مسیح معجزات رو تکرار میکنه که کاملا واضح و آشکار بشه که او کاملا بر کمیت ها مسلطه. در یک عروسی عیسی مسیح دعوت شده بود و اونجا شراب که در عروسی های اون زمان مرسوم بود تمام شد و به عیسی اشاره کردند که شراب تمام شده و به گونه خواستند که او شرابی مهیا کنه و گفت آب را در اون ظرفهای شراب ریختن که تموم شده بود و از اون برداشتن پیش اون رئیس مجلس بردن. او خورد و گفت این شراب عالی و خوب را تا این موقع نگه داشتید. و کسانی که آب را در ظرفها ریخته بودن می دانستن که این آبه، اما تبدیل به شراب شده بود. در اونجا عیسی مسیح بر ماهیت‌ها و تغییر ماهیت‌ها قدرت خودش رو آشکار میکنه. این ویژگی خداوندیه، او ماهیت ها را تبدیل میکنه، آب را تبدیل به شراب میکنه، اینجا کیفیت ها را تبدیل میکنه.
تعداد کم را تکثیر میکنه. او هللویا. گاهی اوقات دو از فاصله دور حرفی میزنه. افسری اومد گفت خداوندا لایق نیستم به خونه من بیایی، کلامی بگو به خادم من شفا پیدا میکنه. و از راه دور خادمو شفا پیدا کرد. و او خداوندیه که بر فاصله ها مسلطه و به این طریق ویژگی های الهی در عیسی مسیح کاملا مشهوده و او پسر خداست. امیدوارم وقتی من این مسائل را با شما در میان میذارم، اشاره به خداوندی عیسی، پسر خدا بودن عیسی میکنم، باعث نشه که شما حرفای منو گوش ندید، بلکه ادامه بدید و ببینید به چه دلایلی این مسائل مورد تاکید قرار میگیره. کدام شخصیه که این کارها را انجام داده؟ کدام شخصیه که چنین کارهایی را انجام داده؟ چنین معجزاتی از او صادر شده؟ کدام کسی مثل عیسی مسیح پاک و مقدس که هیچ کلام نادرستی از دهان او بیرون نیامد؟ هیچ اسلحه‌ای را برای جنگ انتخاب نکرد؟ به هیچ جنگی را هدایت نکرد؟ کلام او کلام محبت بود، کلام صلح بود، کلام دوستی بود، کلامی بود که دعوت به پرستش خدا، وقف به خدا. البته کلام او ضد شیطان، ضد دیوها بود که من بعدا در این ارتباط صحبت خواهم کرد، چگونه عیسی بر دیوها و دنیای ارواح مسلطه و کلام او دنیای دیوها و دیوها را به لرزه در میاره. در انجیل متی اونجا میگه مسیح باز 4000 نفر رو خوراک داد. همین ویژگی و همین ماهیت در اونجا هم باز دیده میشه و آشکار میشه. او این عیسی فوق‌العاده است، کارهای او فوق‌العاده است. پس ببینیم که چه کارهای عظیم و عالی انجام داده. نه یه مورد، نه دو مورد، نه شفاها فقط، بلکه قدرت بر طبیعت، تسلط بر طبیعت، تسلط بر بیماری ها و مسائل مختلفی که در رابطه با او از انبیا نقل شده، نبوت شده، از زندگی و خدمات او پیشگویی شده، همه و همه و وقایعی که اینجا میبینیم که چطور کلام او و عمل او نان را برکت میده و عامل برکتی میشه که 5000 نفر و 4000 نفر در دو بخش مختلف میخورن و سیر میشن. به اینجاست که این عیسی ما را دعوت میکنه که بدون توجه به منافع، حتی اگه برای او ضرری هم میبینیم، وقف عیسی مسیح بشیم و حاضر باشیم برای او از منافع خودمون بگذریم. بعضی از عزیزانی هستن که به خاطر عیسی مسیح و ایمان به عیسی مسیح به اونها پول پیشنهاد داده میشه، حتی افرادی پیشنهاد داده میشه که به تو زن داده میشه، نمیدونم کار، میدان شغلی، پست، مقام. خیلی از ایمانداران تسلیم شده به عیسی مسیح اینا رو انکار میکنن و حاضر نیستند عیسی را با اندک پول و مقام و این چیزها عوض کنند. و اینجاست که ما حاضریم برای عیسی مسیح هر کاری را انجام بدیم. پیلاتوس زمانی که عیسی مسیح داشت مصلوب میشد، دستای خودش رو به ریا شست و به گونه ای سلب مسئولیت کرد که من در مصلوب کردن و به صلیب کشیدن عیسی مسیح نمیخوام نقشی داشته باشم. به این طریق مقام و موقعیت خودش رو حفظ کرد که از عیسی حمایت نکنه. ولی تاریخ شهادت میده که بعد از چند سال توطئه‌ای به او زده شد، تهمتی، و او از مقام خل شد، تبعید شد و در تبعید در رنج و مصیبت جان خودش از دست داد. ما نباید عیسی را با هیچ چیزی عوض کنیم. برای او حاضر باشیم زندگی خودمون را بدیم و او را بالاتر از هر نفع مادی کاملا به خاطر حقیقت خداوندی او را پیروی کنیم، او را بپرستیم و شاگردی او را بکنیم. امیدوارم شما در چنین مسیری قدم بذاری و اگه عزیزانی هستن که در این مسیر قدم گذاشتن، با اعتماد و استواری کامل پیش برید که راه همین است و به بیراهه نباید رفت. عیسی گفت من راهم، من راستیم، من حیاتم. آمین. خدا شما رو برکت بده که در این راه استوار باشید، راه را بیابید و حیات را بیابید و در اون برکت خداوندی زندگی کنید. خداوند شما رو برکت.